بچه ها چطورین؟ حالتون خوبه؟ امیدوارم که عالی باشین، بیست باشین، کندوهاتون عالی، پر جمعیت، همه چیز بر وفق مراد باشه و یه عالمه عسل امسال بردارین و خیلی خوش بگذرونین. خیلی دوستتون داریم. بالاخره خدا رو شکر یه فرصتی ما داد که دوباره کنارتون باشیم، بتونیم با هم صحبت کنیم، با هم این علمو به اشتراک بذاریم، گسترشش بدیم، ایجاد انگیزه کنیم توی دوستان عزیز، تازه اونایی که وارد خانواده رامسرهانی شدن، این خانواده رو هر چیز زودتر بزرگتر و بزرگتر کنیم تا حتی تو سطح جهان هم شناخته بشه. خیلی دوستتون داریم، خیلی دوستتون داریم. امروز روی صحبت من با دوستانیه که تازه به ما پیوستن، بر اساس کنجکاوی اومدن، یه تعداد زنبورداری نگاه کردن، بر اساس کنجکاوی اومدن دیدن که زنبورداری چه شغلی، اصلا شغل بالاخره کار صنعت، اومدن پیش ما صحبت باشون بکنم که این زنبورم داره میاد درست سر من نگاهش کنین ناجش برو دیگه بابا هست نه بچه ها زنبوره بکنه من نیست بچه ها اینه که تازه اومدن توی کار نگاه کنین اینا هم داره قصابت کردن خب داشتم این گفتم بی تربیت بشیم زد داخل زد بلکن زقد نکن بچه ها زد صورت هم زد میبینی؟ دوباره اومد بزن اینجا رو زد بزار کنم منم بزارم بچه ها امروز زنبور همون یه ذره اذیت شدن نمیدونم چرا اینجوری شده داری الان زبط میکنی؟ آره آخ بچه امروز زنبور همون یه ذره عصبی هن روی صحبت من با اون دوستانی که تازه وارد این کار شدن قرار اینا رو هم ببینن دوستان میگن داره صورتتو نیش بخوره اینا پشت صحنه نیست اینا جلوی صحنه است اینا خود صحنه است خود زنبورداری واقعی این شکلیه نه اینا که شما میبینین لخت میرن جلوش و فلان از این صحبت ها اینجوری هم داریم توش الان صورت منو زد حساب شروع کرده به دود پاشی این کندوی نمیدونم چشه امروز یه ذره عصبیه مایزه دود بزن آخ صورتم یکی دیگه داره میاد بزنه بیا برو زنبور برو دوستان اگه یه موقع زیاد زنبور ازید کن بکشینش اصلا چی نگوییم من میزنه پدر تو در میاره ببن خب چی تو بس این فکر میکردم این میره برو دیگه برو زنبور چرا چه کنه امروز پاپو بده بی پاپو بده حسام جان امروز من اینو درشو بد باز کردم امروز در یکی از کندوها رو بد باز کردم اینا یه ذره عصبی شدن البته به خاطر کم بوده شهدم هست شهد که کم میشه یه ذره زمان عصبی شد ولی ما همیشه آروم زنبورم این یه دونه امروز نمیدونم چشه امروز یه ذره عصبیه خب بریم واسه ادامه صحبت برو دوستان عزیزم روی صحبت من با دوستانیه که تازه وارد این کار شدن و اصلا قرار شد یه ویدیو ضبط کنیم واسه شون که بهشون توضیح بدیم واسه شروع این کار چیا نیاز دارین چی کارا باید بکنین اصلا چجوریه این کار نگاه کنین این هنوز ول من ول نمی کنه منو خب بچه ها اولین کاری که شما واسه زنبورداری نیاز دارین اینه که باید علاقه بهش پیدا کنین یا اصلا از سر کنجکاوی برین سراغش دوستان مثل هزار تا کار دیگه که شما به عنوان مثلا تست میرین انجامش میدین واسه این کار نیاز به کار خاصی وجود نداره یک مقدار علاقه یک مقدار آرامش آها یه لحظه اینونه حرفت چی؟ جلوی در کندی یه ذره اینوری واسه بیا اینوری وایسیم آره جلوی رفت آمدش گناه داره یه ذره آرامش یه ذره علاقه یه ذره دوستی با طبیعت میخواد دوستان یه ذره هم اطلاعات اولیه میخواد خب میریم مثلا واسه این کار شروعش چیکار میکنیم شما نیاز به چند تا دونه کندوی زنبور دارین اول کار
دوستان میگن ما مثلا بریم چند میلیون هزینه کنیم، مثلا 50 تا بخریم، 20 تا بخریم، 100 تا بخریم. نه دوستان، اینطوری نیست زنبور داری. شما برای اولی کار نیاز به 2 یا 3 تا زنبور دارین، 3 تا کندو دارین. شما با داشتن 3 تا کندو میتونین تجربه کسب کنین، میتونین، چون که هندل کردن 2 تا 3 تا کندو به صورت یک نفره خیلی راحته. میتونین ازش مطالعه کنین، میتونین رفتارهای مختلفش رو بشناسین، میتونین تغذیه‌اش رو به مرور بشناسین. شما باید اول با 2 تا 3 تا، حالا چرا میگم 2 تا 3 تا، اگه یه دونه کندو داشته باشین یا 2 تا کندو داشته باشین، خدایی نکرده دچار ایرادی بشه، دچار یه بیماری یا هر چیز دیگه بشه، شما دیگه نمیتونین بهش کمک کنین، اون کندو از دست میره. ولی وقتی 3 تا یا 4 تا کندو داشته باشین، اگه یه کندوتون دچار مشکل داشت، شما میتونین از کندوی بغلی بهش کمک کنین، میتونین باعث تقویتش بشین که این پیشرفت خودش رو ادامه بده. دوستان میپرسن خب ما الان 2 تا کندو گرفتیم چیکار کنیم؟ شما 2 تا کندو گرفتین، این حیوان تنها حیوانیه که 90% کارش رو خودش انجام میده، یعنی شما نیاز به کار زیادی براش ندارین. شما فقط کافیه که یه رفتارشناسیشو بخونین، یه تغذیه، یه داروها، یه سری وسایل، تموم شد و رفت. ما توی کانالمون از 0 تا 100 زنبورداری و حتی اضافه، یعنی نیا کنین 0 تا 100 زنبورداری و حتی اضافه رو گذاشتیم. اضافه یعنی چی؟ یعنی کارهایی که میتونین ازش درآمدهای متفاوتی اینا کسب کنین. این واسه شما فعلا خوب نیست، واسه شمایی که تازه میخواین بیاین کار. شما کافیه برین از 0 پایین ویدئوی ما رو ببینین، میتونین حداقل 80 تا 70% زنبورداری کامل یاد بگیرین و نیازاتون برطرف شه. شما بعد از اینکه 2 تا یا 3 تا زنبور خریدین، بر اساس نیازتون و بر اساس اون تعداد زنبور کندو، نیاز به یه وسایل جداگونه ای دارین. اولین نیاز اساسی یه لباس، مثل اینکه الان صورت منو زد یادتونه، از این لباس خوبشو میخواید. شما یه لباس زنبورداری نیاز دارید، یه دودی حتما باید داشته باشین. دوستان گول تبلیغات ها رو نخورین، ما هم شده روزایی بدون لباس میام سرشون، اما زنبور یک حیوانیه که متفاوت رفتارش روزای مختلف، توی فصول مختلف، توی میزان شهداوری و گلوگیری‌های مختلف، حتما باید اینو داشته باشین. این یک وسیله فوق العاده ضروری، حتی ضروری تر از یک کندوه اینو داشتن. لباس، این یه ماشه شما میخواین، الان ما ماشه ما دست نزدیک نیست، ماشه رو بهتون نشون بدم. آره، تو ویدئوی معرفی وسایل زنبورداری که این بالا میذاریم، یا اون آخرش هم آخر ویدئو تا آخر ببینین هستش، میذاریم. یک ماشه نیاز دارین واسه جابجایی قاب ها، این وسایل پیش و پا افتاده و یعنی اصلیه، اساسیه. بعد از اون شما به نسبت هر یک کندو حداقل به 2 تا 3 تا قاب، 2 تا 3 تا طبق نیاز دارین، طبق یا نیم طبق. دوستان طبقه رو دیدین توی ویدئوامون، دیدین روی کندو میذارن واسه افزایش جای کندو، به ازای هر کندو 2 یا 3 تا طبق نیاز دارین. حالا میتونین نیم طبق یا طبق کامل باشه، اینم توضیحش رو تو ویدئو توی شناسای وسایل زنبورداری گفتیم. و همچنین به تعداد قاب، هر طبق 10 تا قاب جا میگیره. پس شما زمانی که واسه هر کندوتون 2 تا طبق میگیرین، حداقل به 20 تا قاب نیاز دارین براش. دوستان به تعداد همون شما نیاز به برگ موم هم دارین، یعنی پس 3 تا کندو دارین، حداقل 1 کیلو تا 3 کیلو برگ موم میخواد. دوستان این برای شروع کار شما، بعد از خرید کندوهاتون باید یک جای مناسب داخل خونتون، داخل باغتون، جایی که میخواین قرارش بدین، تعبیه ببینین، چون دیگه قرار نیست کندوهاتون از اونجا تکون بخوره تا زمان کوچ. دوستان پس حواستون باشه، نمیتونین بگین فعلا اینجا بذارم فردا یا پس فردا عوضش کنم، نه، هر جا که کندوهاتون رو گذاشتین باید اونجا بمونه تا زمان کوچ، دیگه قابل جابجایی نیست. با هر بار جابجایی باعث ایجاد تلفات میشین توی زنبور، چون زنبور راهی که نسبت به کندوش داره حفظ میکنه و بعد از جابجایی اون راهو گم میکنه و دوباره بخواد پیداش کنه زمان طولانی طول میکشه و باعث میشه که توی طبیعت بمیره یا از بین بره. دوستان پس تا اینجا یک روی صحبتم با دوستانیه که گاهی اوقات از ما میپرسن ما الان فلان قدر کندو بگیریم چقدر درآمد به ما میده، چقدر پول به ما میده، چقدر. دوستان این سوالاتو واقعا از این زنبوردار نپرسین، یا حداقل از ما نپرسین این سوالاتو، چون زنبورداری یه عشق، شما باید اول به یه کاری علاقه داشته باشین تا بتونین ازش درآمد کسب کنین. شما باید یک شوق، اشتیاقی داشته باشین، نه صرفا به عنوان یه کار ببینین زنبورداریو. من زنبورداری رو به عنوان یه هنر میبینم، چون اونقدر لطافت، ظرافت و رفتار خاصی میخواد که بتونین با
با زنبوراتون درست برخورد کنیم و هر اشتباه کوچیک باعث ایجاد یه شوک به زنبوراتون میشه، هر کار اشتباهی یک تلفاتی داره، یک ایراداتی پیدا میکنه. پس دوستان اول شما تست کنین این کار رو، دوستانی که میخوان تعداد بالا نگه دارن، میگم شما یه چند ماه وقت تو بذار تست کن، با 2 تا 3 تا 4 تا کندو داشتن ببین میتونی از پسش بر بیای، ببین اصلا علاقه به این کار داری، میتونی با روزمرگی این کار، با این کارهایی که باید در طول روز بهش سر بزنی، بهش برسی، بشناسیش، ببین میتونی کنار بیای، بعد سراغ این کار بیای. لطفا خیلی دوستتون داریم، حتما حتما دوست داریم، ما خودمون عاشق اینیم که دوستان زیادی به ما بپیوندن، روز به روز جمعیت رامسرخانی افزایش پیدا کنه، تعداد افرادی که زنبوردار میشن افزایش پیدا کنن، این باعث خوشحالی ما میشه و ما حتی کمک میکنیم دوستانی که میخوان زنبوردار بشن. تا جایی که بتونیم واقعا توی کانال هم گذاشتیم، جواب کامنت هم تا جایی که بتونیم میدیم، خیلی دوستتون داریم. حتما دوستانی هم که میخوان وارد این کار بشن بهشون کمک کنین، با کانال ما آشناشون کنین، دوستانی که میخوان بیشتر بدونن راجبش، ما به روی چشم هر کاری از دستمون برمیاد انجام میدیم. خیلی دوستتون داریم، خیلی دوستتون داریم، امیدواریم همیشه شاد، سرحال، سلامت، ثروتمند، سعادتمند در دنیا و آخرت لذت ببرین در پناه خدا و نعمات بی پایانش. مخلصیم.